طوری که در جریان قرار دارید ده تن اسدبای افغانستان در یک از معادن پاکستان به شکل غیر انسانی و ظالمانه به شهادت رسیدن. وکلای محترم، در رابطه به تداوم کار نامزد وزرایی که از مجلس رای اعتماد اخذ نکردن، یک بار دیگر بالای حکومت صدا می کنم که حضور آنها در وزارت های مربوطه خلاف قانون اساسی است. برتبات شاروال دزد کابل، مصوبه که توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید به قوت خیش باقی است. بسم الله الرحمن الرحیم. وکلای محترم، صبح شما بخیر. پیش از اینکه سر جمع بندی بریم، به جناب مجددی صاحب یک چیز عرض کنیم. جناب مجددی صاحب، همی آجندا توسط کمیسیونا به کمیته رؤسا آورده میشه، نه توسط اعتداری. اگر واقعا اعضای کمیسیونا فعالانه در کمیسیونا اشتراک بکنن، سر آجندا کار بکنن و رئیس هایشون به کمیته رؤسا آجندا بیارن، ما کدام گپی نداریم. ولی آجندا از هیئت اداری نیست، آجندا از کمیسیونا است. خواهش شما ای است که شما فعالانه در کمیسیونا اشتراک بکنی. در کمیسیون برو دو نفر سه نفر ششتگی است و چطور آجندا بیاره رؤسایش؟ خواهی را در اصول وظایف داخلی تغییرات بیاره. ما همیوال خلاف اصول کار میکنیم، به خاطر که در اصول وظایف داخلی فقط 45 دقیقه ساعت امتیازی است. تو خو وکیل چند دوره ایستی؟ تو چطور ای گپه میزنی جلیل صاحب؟ خب ما منتظر بودیم که شاید حکومت بودجه را دوباره روان بکنه، ولی متاسفانه که حکومت فقط میخواد که ناخن اوگار گیر بکنه. در روزای آخر برای ما شما روان میکنه که ما شما رخصتی نریم، ولی حکومت از این بیخبر است که ما هیچ رخصتی نمیریم این دفعه. تشکر وکلای محترم. وکلای محترم، ما در 17 سال روز تصویب قانون اساسی قرار داریم، قانونی که گفته می شود از لحاظ محتوا حقوق اساسی با در منطقه بیمانند است. اما متاسفانه قانون اساسی در این اواخر مکررن از طرف حکومت نقش شده روان است. مثلا حکومت از معرفی نامزد وزرا به مجلس غرض رای اعتماد خودداری می کند. انتخابات شهرداری ها، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها را برگزار نکرد. به اصل تفکیک و اصل استقلالیت قوا احترام نمی کند. بعض را نصف های سلیقوی دست می زند. از تامین امنیت شهروندان کوتا آمده، فساد اداری را کاهش دادن نتوانست، کشور رشد اقتصادی ندارد و برای کاهش فقر و اشتغال زدایی نیز برنامه ندارد و ده ها مورد نقص دیگر قانون اساسی. بنان از حکومت تاکیدن می خواهیم که به قانون اساسی احترام نموده و به مکلفیت های قانونی خود تمکین کند، چون اساس و تداوم نظام قانون اساسی است و آن را نباید به خطر انداخت. وکلای محترم، طوری که اشاره شد، به اساس گزارش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، حکومت به شکل دوامدار قانون اساسی را نقض کرده است. در صورتی که حکومت به خودکامگی های خود ادامه دهد و تفکیک قوا احترام قائل نشود، کشور به طرف استبداد سوق خواهد شد. در آن صورت این نظام را طوری که ناصری صاحب اشاره داشت شایی غیر سلطنتی خطاب کرد. وکلای محترم، آغاز دور دوم مذاکرات دوحه باب امید را به صلح پایدار برای مردم افغانستان ایجاد کرده است. توقع مردم از طرفین مذاکره ضمن انعطاف پذیری در گفتگوها با تجربه است که یکی از خواستهای اصلی مردم افغانستان است نیز تمکین کند و همچنان روند مذاکرات را تسریع ببخشند.
طوری که در جریان قرار دارید ده تن از اتباعی افغانستان در یک از معادن پاکستان به شکل غیر انسانی و ظالمانه به شهادت رسیدن. از حکومت پاکستان تقاضا میکنیم که قضیه را جدی پیگیری نموده و متهمین را به جزای اعمالشان برساند. به کمیسیون روابط بین المللی هدایت داده می شود که در همکاری نزدیک با وزارت امور خارجه اسناد شهدا را به کشور انتقال دهند. تعداد زیاد پروژه های انکشافی سال گذشته مالی در بودجه سال مالی 1400 انتقال نیافته و اکثر پروژه ها نیمه کاره باقی مانده است. این عمل علاوه بر این که پروژه های انکشافی را آسیب می زند، زمینه را برای فساد اداری مساعد می سازد و اعتماد قراردادی ها را نسبت به صداقت حکومت نیز از بین می برد. اول بودجه باید به پروژه های نیمه کاره سال گذشته اختصاص داده شود و بعد پروژه های جدید در نظر گرفته شود. وکلای محترم، یک موضوع دیگر را خدمتتان عرض کنم که تا زمانی که بودجه ملی وسط تمام ولایات انکشاف متوازن و با عدالت اجتماعی تنظیم نگردد، ما به تعطیلات زمستانی نمی رویم و همچنان به ارتباط یکسانسازی معاشات امروز یک طرح آزاد ترتیب که در آغاز جلسه امروز برای گذاشته می شود که بعد از تصویب کمیسیون مالی بودجه ارسال و شامل بودجه ملی می گردد و همچنان به ریاست محترم دالنشاه هدایت داده می شود که این موضوع بسیار مهم است و همچنان به ریاست دالنشاه هدایت داده می شود که با نمایندگان کشورهای دونر تماس گرفته شود و یک جلسه مشترک با نمایندگان کشورهای دونر و کمیته رؤساء تنظیم نماید که ما با کشورهای دونر ببینیم که چه قسمی کمک میکنن. خود بسیار موضوعات حکومت از ما شما پنهان میسازه. وکلای محترم، در رابطه با تداوم کار نامزد وزرایی که از مجلس رای اعتماد اخذ نکردن، یک بار دیگر بالای حکومت صدا میکنم که حضور آنها در وزارتهای مربوطه خلاف قانون اساسی است. ادامه کار آنها حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مردم سالاری را در کشور آسیب می زند. بنان حکومت باید به زودترین فرصت نامزد وزرای تازه را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی نماید. به ارتباط کار اعمار میدان هوایی دایکندی که قرارداد آن قبلا به امضا رسیده است، به کمیسیون مالی بودجه هدایت داده می شود که پول اعمار میدان هوایی دایکندی را شامل بودجه 1400 نمایند. به ارتباط خودداری از تطبیق مصوبات ولسی جرگه توسط حکومت، ولسی جرگه صلاحیت‌های قانونی دارد که در مورد تصمیم جدی و قاطع اتخاذ نماید. به ارتباط معاشات گزاو و پی پی اس و ریاست رجال برجسته که در حدود 4500 نفر به پی پی اس و 7000 نفر به رجال برجسته که حداقل معاشاتشان از 47000 الی بالاتر از 200000 افغانی می باشد، چه فرقی بین این ریاست هایی که صرف وظیفه محافظتی دارند و یک سربازی که به جبهه می جنگند چی است؟ یک بار دیگر به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود که تشکیلات این دو بخش محافظتی را با مسئولین به کمیسیون خواسته و یافته های خود را با تالار شریک نمایند. منشی صاحب بس را جند آورن. شاروال اصل گپ پایید. برتباط شاروال دزد کابل، مصوبه ای که توسط مجلس نمایندگان به تصویب رسید با قوت خیش باقی است و همچنان به کمیسیون عدلی و قضایی هدایت داده می شود که موضوع را پیگیری نماید. برای کلش میگم که گزارش بری که باید نمیارن، کار خودشان است. اینامی صاحب بفرمایید. جناب رئیس، به ادامه گپای شما ما یک موضوع را اشاره میکنم. امی کمیسیون بسیار ببخشی نامی سایز کمیسیون مالی بودجه کسی آمده هم مسئولینش؟ صافی صاحب تشریف دارن؟
نه صافی صاحب مالی بودیجه. ما به کمیسیون مالی بودیجه دو وظیفه داده بودیم که وظیفه گرفته تا دو هفته به ارتباط کد 91 ما گزارش میاریم. مالی بودیجه ببینه زیر انتقاد تالار ما را میمانید. کمیسیون مالی بودیجه دو هفته وقت گرفته که ما به ارتباط کد 91 گزارش میاریم. یک و دوم دیگه با کمیسیون مالی بودیجه وظیفه سپرده شده بود که به ارتباط یکسانسازی معاشات بالا یک طرح مسلکی کار کنند. ایرام ناورده. ولی امروز اعضای محترم گلوسی جرگه یک طرح را آماده کردین به ارتباط یکسانسازی معاشات که ما ایره خدمت دوستا ما شما بخوانم یا نوزاد صاحب؟ من نوزاد صاحب تا بخوانم. جناب رئیس اینا میسه با وقت بتین کارت سرخ دار.